به نام خداوند مهربان و با عرض سلام به یکی دیگر از ویدیوهای ما خوش آمدید. طالبان روند صلح افغانستان از کنترلش افغانی خارج شده است. طالبان با اشاره به سفر رئیس شورای مصالحه افغانستان به پاکستان گفت که روند صلح از کنترل رئیس جمهور افغانستان خارج شده و همه چیز برخلاف میل و جریان دارد. با گزارش سپوتنیک پس از انتقاد پارلمان افغانستان از سلب صلاحیت‌های وزارت دفاع و داخله برای ازل و نصب مسئولان اوزه‌های امنیتی و فرماندهان پلیس توسط ریاست جمهوری افغانستان و گزارش‌های مبنی بر برکناری 17 نفر از مشاوران اشرف غنی، طالبان با انتشار مطلبی در وبسایت رسمی این گروه نوشت که دولت افغانستان در آستانه فروپاشی قرار دارد. طالبان با اشاره به سفر اخیر عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان در رأس یک هیئت بلندپایه به اسلام آباد افزود روند صلح از کنترل اشرف غنی خارج شده است و همه چیز برخلاف میل او و تیمش جریان دارد. از همین جهت است که گروه های وابسته به غنی در رسانه ها نیز برای تخریب روند صلح سخن می گویند. مطلب می افزاید در بخش صلح همه چیز را رقیب غنی یعنی عبدالله در اختیار گرفته است. سیاسیون، اپوزیسیون و دیگر گروه ها نیز در این مورد مخالف غنی و هم نوا با عبدالله به نظر می رسند که این به معنای ناتوان شدن بیشتر ارگ است. بیش از این نیز رسانه ها از اختلاف رئیس جمهور و رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان در روند صلح گزارش داده و نوشته بودند که سفر عبدالله به پاکستان و استقبال و پروتکل دیپلماتیک که برای وی چیده شده بود موجب ناراحتی غنی شده است. و همچنان به نقل از فیسبوک مجیب رحمان زیا، اشرف غنی فردا به قطر می رود. و همچنان قطر در گفتگوهای صلح افغانستان بی‌طرف هستیم. مشاور امنیت ملی قطر در دیدار اعضای هیئت مذاکره کننده افغانستان با تاکید بر اخطار اصل بی‌طرفی از سوی قطر از روند گفتگوهای صلح افغانستان پشتیبانی کرد. با گزارش سپوتنیک همزمان با برگزاری نشست‌های دو جانبه هیئت‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان در دوحه، رئیس و شمار از اعضای هیئت مذاکره کننده کابل باب محمد بن احمد المسند مشاور امنیت ملی قطر، معاون صدر اعظم و وزیر امور خارجه این کشور دیدار و گفتگو کردند. بر اساس اعلام وزارت دولت افغانستان در امور صلح، محمد بن احمد المسند مشاور امنیت ملی قطر در این دیدار گفت که هدف دولت کشورش از میزبانی مذاکرات برقراری صلح و ثبات در افغانستان بوده و دوحه آماده همکاری در راستای پیشبرد مؤثر مذاکرات صلح افغانستان می باشد. وی با تاکید بر اخطار اصل بی‌طرفی از سوی قطر در جریان مذاکرات افزود که دولت این کشور در قبال مسائل مطرح شده در روند مذاکرات ابراز نظر نخواهد کرد و از استمرار روند حمایت می‌کند. همچنین محمد معصوم استانکزی رئیس هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان نیز در این دیدار گفت که کابل با تعهد و اراده جدی برای پیشبرد مذاکرات به قطر آمده و با حوصله‌مندی این روند به پیش خواهد برد. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر در دیوان امیری نیز در دیدار با هیئت دولت افغانستان با اشاره به جنبه های خارجی جنگ افغانستان گفت که قطر متحد به عدم مداخله در روند مذاکرات صلح افغانستان می باشد و برای تداوم همکاری ها تلاش خواهد کرد. معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر همچنین گفت که این کشور در زمینه اجرای توافقات و بازسازی و توسعه اقتصادی ما تعهد کامل دارد. از جمله این که از 3 سال پیش تا اکنون بر روی ایجاد خطوط هوایی قطر به افغانستان به عنوان یک فرصت توسعه اقتصادی کار را آغاز کرده است. یادآوری میکنیم که کشور قطر از مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و گروه طالبان میزبانی میکند و پیش از این نیز میزبان نشست امضای توافقنامه صلح میان امریکا و گروه طالبان بود. و همچنان تلاش ادمر برای کسب حمایت علمای دینی در مذاکره با طالبان، در حالی که کابل پیش از این نیز برای کسب حمایت علما جهت مشروعیت زدایی از جنگ در افغانستان تلاش کرده بود،
سرپرست وزارت خارجه این کشور بار دیگر خواستار کمک علمای کشورهای اسلامی بر روند صلح شد. به گزارش سپوتنیک، محمد انیف اتمر سرپرست وزارت خارجه افغانستان در یک تماس ویدیویی با سفرهای کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی مقیم کابل درباره پیشرفت‌ها و چالش‌های مذاکرات بین الافغانی گفتگو کرد. بر اساس بیانیه منتشر شده توسط وزارت خارجه افغانستان، اتمر در این دیدار از توقعات دولت افغانستان نسبت به حمایت و پشتیبانی سازمان همکاری‌های اسلامی و کشورهای عضو آن سازمان صحبت کرد. سرپرست وزارت خارجه افغانستان در ادامه نیز پیرامون به کاهش خشونت‌ها، موفقیت روند صلح میان تیم مذاکراتی دولت افغانستان و طالبان صحبت نموده و خواستار ایفای نقش علمای کشورهای اسلامی در حمایت از مذاکرات صلح و موفقیت این روند شد. اتمر افزود نیاز است تا اختلافات جزئی روی دستور کار مذاکرات از میان برداشته شده و مذاکرات روی کارشیوه اصلی آغاز شود که در برگیرنده آتش بس فراگیر، امنیت، ادغام مجدد، مشارکت سیاسی و تضمین‌های بین‌المللی است. دولت افغانستان پیش از این با برگزاری نشست عالمان دینی از جمله برای مشروعیت زدایی از جنگ در این کشور تلاش کرده بود. طالبان اما با بی‌توجهی به قطعنامه این نشست ها برگزاری آنها را فرمایشی و به درخواست آمریکا خوانده و تصریح کرده بود که این نشست ها هیچ اثری در مبارزه آنها ندارد. و همچنان واکنش افغانستان به درخواست ارمنستان برای لغو عضویت این کشور در سازمان و پیمان امنیت جمعی. وزارت امور خارجه افغانستان به خواست ارمنستان برای لغو عضویت این کشور در سازمان و پیمان امنیت جمعی واکنش نشان داد. با گزارش سپوتنیک، وزارت امور خارجه افغانستان به خواست شورای ملی ارمنستان از دبیرخانه مجمع پارلمانی سازمان و پیمان امنیتی جمعی یا CSTO مبنی بر لغو عضویت ناظر افغانستان در این سازمان واکنش نشان داد. گران هواد، سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان، امروز شنبه 12 میزان در یک پیام ویدیویی گفت که درباره لغو انفصال و یا تعلیق عضویت اعضای ناظر سازمان و پیمان امنیت جمعی شورای رهبری این سازمان تصمیم میگیرد. با گفته هواد، شورای رهبری سازمان پیمان امنیت جمعی متشکل از رهبران دولت‌های عضو این سازمان است که دولت جمهوری اسلامی افغانستان با این کشورها و رهبرانشان روابط بسیار نزدیک و حسنه دارد. دوستان عزیز، از اینکه تا آخر ویدیو با ما بوده جهان سپاس. ویدیوهای ما را کامنت، لایک و سابسکرایب نمایید. تا ویدیوی بعد، الله نگهدار.